کاروان امام حسین در راه بود. آنها از شهرشان مدینه راه افتاده بودند و به سمت کوفه می رفتند. مردم کوفه یک عالم نامه نوشته بودند و گفته بودند حسین، ما دوست نداریم یزید حاکممون باشه، دوست داریم تو رهبرمون باشی. برای همین هم امام حسین با خانواده و دوستانش به سمت کوفه به راه افتاده بود. در میان راه یکی از فرماندهان سپاه یزید با سربازانش به سمت آنها آمدند. اسم آن فرمانده حور بود. حور به امام حسین گفت باید همراه من بیای و خودت رو تسلیم یزید کنی. یکی از دوستان امام حسین سرش را کنار گوش امام برد و آرام گفت بهتر همین الان همشون رو از بین ببریم و از دستشون فرار کنیم، وگرنه تا فردا سربازهای دیگه شون هم میرسن، اون وقت دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. اما امام حسین برای جنگیدن نرفته بود. امام حسین به دوستانش گفت چند تا از مشکای آب را بیاورند. بعد به هور و سربازهایش آب تعارف کرد. حتی به اسبهایشان هم آب دادند. هور و سربازانش آب خوردند و همانجا ماندند. به او دستور داده بودند از کاروان امام حسین دور نشود و مراقبشان باشد که فرار نکنند. ظهر شد، وقت نماز بود. الله اکبر، الله اکبر. امام حسین به نماز ایستاد و یاران و خانوادهش هم پشت سرش برای نماز جماعت ایستادند. حور هم بلند شد، وضو گرفت و پشت امام ایستاد تا نماز بخواند. حور مسلمان بود و می دانست که امام حسین نوه پیامبر است. او به خانواده پیامبر احترام می گذاشت. همین که نماز تمام شد، یک نفر از طرف سپاه یزید برای حور نامه ای آورد. در نامه نوشته شده بود که حور باید کاروان امام حسین را مجبور کند به کوفه بروند و خودشان را تسلیم یزید کنند. حور سراغ امام رفت و همین را به او گفت. امام خندید، گفت حور، مرگ به تو نزدیکتر از این حرف هاست. منظورش این بود که پیش از آن که این اتفاقها بیفتد تو از دنیا رفته ای. بعد رو کرد به خانواده و دوستانش و گفت حالا که نمیذارند به راه خودمون بریم، بلند شید برگردیم شهر خودمون. اما به هر دستور داده بودند نگذارد امام حسین هیچ جا برود. برای همین با سربازهایش جلوی کاروان امام حسین ایستاد و شمشیر کشید. زنها و بچه های کاروان ترسیدند. امام حسین گفت چی کار داری میکنی؟ مادرت داغت رو ببینه. هر عصبانی شد، خون جلوی چشمهایش را گرفته بود. او فرمانده جنگی قوی و شجاعی بود. اگر کسی اینطوری با او حرف میزد، در جا با شمشیر به حسابش میرسید. دستش را به طرف شمشیر برد، اما نفس عمیقی کشید و زیر لب چیزی گفت و به امام گفت هر کس دیگه جز شما بود ازش نمیگذشتم، ولی خدا شاهده که مادر شما چیزی جز خوبی نداشته. مادر امام حسین حضرت فاطمه دختر پیامبر بود و حور خانواده پیامبر را خیلی دوست داشت و به آنها احترام میگذاشت. و
بالاخره هور و سربازهایش کاروان امام حسین را مجبور کردند به سمت کوفه حرکت کنند، تا اینکه نامه دیگری به هور رسید. در آن نامه دستور داده بودند کاروان امام حسین را یک جای بی آب و علف متوقف کند. امام حسین جایی در نزدیک یک چاه آب را نشان داد و گفت اینجا وایستیم. هور گفت نه. امام حسین جایی زیر چند درخت را نشان داد و گفت اونجا وایستیم. هور باز گفت نه. هور خبر داشت سربازی که نامه را آورده جاسوس سپاه یزید است و اگر هور به دستور نامه گوش نکند او می رود و به یزید خبرش را می دهد. پس کاروان امام حسین در دشتی خشک و بی آب ایستادند. خواست او را ببخشد. چند ساعت مانده بود به جنگ که هور از سپاه دشمن نجات پیدا کرد و شد یکی از یاران امام حسین. وقتی جنگ شروع شد هور به میدان جنگ رفت و داد زد من هورم، پناهگاه مهمانم، برای دفاع از بهترین آدم روی زمین شما را می کشم و این کارم اصلا بی عدالتی و ستم نیست. سربازان سپاه یزید به هور حمله کردند و او را با تیرهای زیادی زدند. هور زخمی و نیمه جان به طرف امام برگشت. امام حسین او را در بغل گرفت و گفت تو هوری، همانطور که مادرت اسمت رو هور گذاشته، تو در دنیا و آخرت آزاده ای. و هور در آغوش امام حسین شهید شد. بیا با هم فکر کنیم. هور یعنی آزاده، یعنی کسی که آزاد باشه. به نظر تو چرا امام حسین به هور گفت آزاده؟ مگه هور اسیر شده بود؟ چطوری آزاد شد؟ تا به حال کاری کردی که بعدش مجبور باشی معذرت خواهی کنی؟ چه کار کرده بودی؟ از کی معذرت خواهی کردی؟ سخت بود؟ به نظرت فرار کردن شجاعانه تره یا عذرخواهی کردن؟ یادت هست وقتی هور خیلی خیلی عصبانی شد زیر لب چیزی گفت؟ به نظرت چه چیزی گفته؟ تو وقتی خیلی خیلی عصبانی بشی چه کار میکنی؟ تا به حال شده به خاطر کار درستی که انجام داده ای تو رو مسخره کنن و بگن ترسو؟ به نظرت اون موقع واقعا ترسو بودی یا شجاع؟